اعدامی جنجالی که بازتابی جهانی پیدا کرد. در 24 ساعت از آخرین تماس نوید افکاری با خانواده تا زمان دفن او چه گذشت؟ از یک وکیل میپرسم پرونده او چقدر رنگ و بوی عدالت داشت؟ همچنین با مسئول دفتر ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز درباره وظیفه نهادهای حقوق بشری در قبال این اعدام گفتگو میکنم و از پژوهشگر تاریخ معاصر ایران میپرسم خشم یا ترس بازخورد اعدام نوید افکاری در جامعه چیست؟ همینطور در برنامه امشب تلاش برای نهایی کردن دستور کار مذاکرات صلح افغانستان. عبدالله عبدالله میگوید مشکلات ظرف چند روز حل نخواهند شد. سرگردانی 12,000 پناهجو در خیابانهای لزبوس. یونان گفته آنها را به یک اردوگاه موقت منتقل میکند. و 60 سال بعد از تأسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک چه فراز و فرودهایی را پشت سر گذاشته؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام. از 11:30 پریشب 21 شهریور که نوید افکاری با خانواده‌اش تماس گرفت و گفت حالش خوب است تا حدود 10 دیشب که او را در روستای سنگر استان فارس در تاریکی شب به خاک سپردند کمتر از 24 ساعت طول کشید. 24 ساعت طوفانی و طولانی. دادگستری استان فارس میگوید اعدام نوید افکاری به علت قتل حسن ترکمان کارمند حراست سازمان آب شیراز با اصرار خانواده مقتول انجام شده. آقای افکاری 2 سال پیش در اعتراضات مرداد 97 بازداشت شد و اتهامات مربوط به آن اعتراضات هم بخش دیگری از پرونده او بود. اعدام او با واکنش‌های گسترده بین المللی روبرو بوده، بسیار فراتر از هر اعدام دیگری در ایران. از مقام‌های بلندپایه کشورهای غربی تا هر دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا تا جامعه ورزشکاران و فدراسیون‌های ورزشی، چهره‌های فرهنگی و سینمایی. همزمان در شبکه‌های مجازی واکنش گسترده کاربران نشان از خشمی گسترده نسبت به اعدام کسی بود که از روز اول در دادگاه گفت اعتراف‌هایش زیر شکنجه بوده، نه تنها شکنجه خودش که شکنجه خانواده‌اش. طوفان برای خانواده افکاری از 2 سال پیش آغاز شده بود. چرا یک پرونده با این همه ابهام منجر به اعدامی با این سرعت شد؟ آن هم اعدامی با شرایطی غیر عادی. یکی از کسانی که در مراسم خاکسپاری حضور داشته به بی بی سی فارسی گفت در زمان دفن جنازه نوید افکاری را دیده که بینیش شکسته بود. در 24 ساعت از زمان تماس نوید افکاری با خانواده تا زمان دفن او چه گذشت؟ اول گزارشی از پرهام قبادی. خاکسپاری نوید افکاری با تدابیر شدید امنیتی و این پیکر بیجان او ساعتی پس از اعدام در دل شب تلاشی شاید تا بی هیاهو برگزار شود، اما مانع این زجه ها نشد. کشتیگیر 27 ساله ایرانی که بدون اطلاع خانواده و وکیلش اعدام شد، جوانی که می گفت بی گناه است. اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرده جنگید تا صداش بشنون اعدام شد. بابک پاکنیا وکیل دادگستری میگوید شرایط اعدام شرایط خاصی است که هیچ کدام از آنها مهیا نبوده. به گفته او نوید افکاری 11:30 شب قبل از اعدام وقتی با خانواده‌اش صحبت کرده، صحبتی از اجرای حکم نکرده. همچنین در مورد حضور خانواده مقتول در زمان اجرای حکم ابهاماتی وجود دارد. اعدام نوید افکاری در جهان واکنش‌های گسترده‌ای داشت، از جمله بابی گرین، قهرمان هنرهای رزمی آمریکا، که اعدام یک ورزشکار دیگر برایش قابل تصور نبود. قلبم میشکنه که این آدم جونش رو از دست داد. فکر میکردم میتونیم جونش رو نجات بدیم. جونش رو از دست داد. حالم رو بد میکنه. یکی فقط به خاطر شرکت در تظاهرات جونش رو از دست داد. و علی‌رغم اصرار مجری مصاحبه را اینطور قطع میکند و میرود. در ایران اما خبر اعدام در صفحات اول روزنامه‌های این کشور جایی نداشت. تیتر یک اکثر روزنامه‌ها درگذشت آیت الله یوسف ثانی و حکم زندان اکبر طبری.
در میان روزنامه‌های مطرح تنها اعتماد خبر را با عکسی از این کشتیگیر کار کرد. روزنامه مردم سالاری هم در گوشه‌ای بسیار کوچک به خبر پرداخت. وطن امروز مانند بقیه رسانه‌های نزدیک به حکومت از واژه قصاص به جای اعدام استفاده کرد و روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران از کارزاری که علیه اعدام نوید افکاری به راه افتاده بود شدیداً انتقاد کرد. نه تنها روزنامه‌ها که سیاستمداران سرشناس ایران هم از اظهار نظر پرهیز کردند. درباره اعدامی که واکنش‌های جهانی داشته، از جمله سیاستمداران آمریکایی، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با هشتگ فارسی نویدمان را کشتند، این اعدام را محکوم کرد. جو بایدن، نامزد دموکرات ریاست جمهوری آمریکا هم گفت که این اعدام خلاف عدالت بود. نوید افکاری در جریان اعتراضات مرداد 1397 در شیراز بازداشت شد. به اتهام محاربه و قتل حسن ترکمان، کارمند حراست سازمان آب که گفته می شود مأمور امنیتی بوده، به اعدام محکوم شد. دو برادر او وحید و حبیب هم حکم 54 و 27 سال زندان گرفتند. حکم اعدام نوید افکاری طبق روال رایج با اعترافات شبه انگیز تلویزیونی همراه بود. اعترافاتی که بعداً گفت تحت شکنجه از او گرفتند. من از ابتدای دستگیریم بیگناهیم و فریاد زدم. اما بعد از هفته ها توی زیرزمین و انفرادی بودن، بعد از ساعت ها آویزون بودن به سقف توی اتاق، شکنجه و شکستن کتفم، بعد از اینکه ساعت ها پلاستیک کشیدن سرمو، بارها مرگ و با چشم خودم دیدم، بعد از بازداشت پدر و برادر و شوهر خواهرم و پرونده سازی برای اونا، بعد از نتیجه ندادن چندین هفته اعتصاب غذای خودم و وحید، بعد از شنیدن خبر خودکشی وحید که با شیشه رنگ گردنش زد و به کما رفت، بعد از دیدن حکم بازداشت مادر و خواهرم، آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتم؟ سه برادر میگویند که در طول روند دادرسی وکیل مورد نظر خودشان را نداشتند. اعترافاتشان اجباری بوده و روند محاکمه عادلانه نبوده. صداهایی به دست آمده از دادگاه هم حکایت از این دارد که دادگاه حاضر به پخش فیلم نبوده و شاهد او برای شکستن کتفش را نپذیرفته. فیلم دوبی معاون نشون بدید. داره میگه 23 و 32 دقیقه ضرب و جرح صورت گرفته. اینقدر دقیق داره میگه. یعنی چی؟ یعنی فیلم دوربین معاونه. دوربین معاونه چه نشون میده؟ من میگم شاهد دارم که دست من آقای عباسی شکونده. شما میگید نه نمیشه. شاهد نمیاد. با وجود تمامی ابهامات در پرونده، نوید افکاری اعدام شد. اما جمله آخر او حالا روی دیوار خیابان‌های ایران حک شده. نخواستن صدامونو بشنون. فهمیدم دنبال یه گردن برای طلاقشون می‌گردن. پرهام قبادی، بی بی سی. سعید دهخان، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین المللی وکلا با ماست. آقای دهخان، شما از جزئیات پرونده مطلع هستید. وقتی میگیم ابهام، از چی صحبت میکنیم در طول رسیدگی به این پرونده؟ منظورمه وقت بخیر. واقعیتش اینه که در این پرونده هم نقض تحقیقات بسیار زیاد بوده، هم نقض قوانین مسلم بسیار اتفاق افتاده، هم دادرسی عادلانه نبوده، هم دادگاه غیر علنی بوده. و به این در چنین شرایطی وقتی مردم به عنوان افکار عمومی اعتراضات علنی رو در واقع مطرح میکنن، به نوعی باید بگیم اعتراضات مردمی جایگزین هیئت منصفه ای هست که در اینجا ما نداشتیم و نبوده و در واقع نمایندگی نکرده افکار عمومی رو، چون وجود نداشته. ضمناً وقتی فردی پس از تفهیم اتهام تاکید میکنه که من اقرار بنده تحت فشار بوده و این اقرار رو قبول ندارم، طبق قانون دادگاه مکلفه که به سایر شواهد رجوع بکنه. و خب در اینجا سایر شواهد هم ما الان دیگه میدونیم که یکی از شهودی که شهادت داده از شهادت خودش برگشته و کسی دیگری از شهود هم اعلام کرده که در واقع تا قبل از دادگاه ایشون رو ندیده بوده و اساساً ایشون رو نمیشناخته. ضمناً وقتی در این پرونده ما میدونیم که حداقل یکی دو پرونده باز دیگه هم هست، این شتاب زدگی در اجرای حکم اعدام خیلی معناداره و در واقع به نوعی باید بگیم بی‌مبناست، چون پرونده دیگه در واقع وجود داشته و در اینجور مواقع معمولاً به طور عادی هم هیچ عجله‌ای معمولا صورت نمی‌دادن وقتی پرونده باز دیگه هست که اصلا نباید این کارو بکنن. من رأی رو از دادگاه اولیه به نوعی باید بگیم فونداسیون پرونده دیدم که متعلق به مرداد سال قبل هست که بسیار عجیبه. یعنی 25 اتهام در پرونده برای
5 متهم که از این 5 متهم 4 نفرشون خانواده افکاری هستند و با توجه به تعدد و تکثر اتهامات و عناوین اتهامی که غالبا با هم دیگه در تعارض و تناقض هستند که معلوم نیست خلاصه یک جرم عمومی ساده مثل سرقت هست، یک جرم مثل ضرب و جرح هست، یا جرم سیاسی تبلیغ علیه نظام هست، یا توهین به مقامات، یعنی همه اینها بوده توی پرونده. عجیبه، خیلی عجیبه، یعنی من تا حالا در طول سابقه کار حرفه‌ای ندیده بودم 25 اتهام در یک پرونده برای 5 متهم که 4 نفرشون عضوی خانواده‌اند و این نمیتونه یک پرونده عادی، حداقل از نظر من نمیتونه پرونده عادی تلقی بشه. بله. و فکر میکنید چرا اعاده دادرسی رد شد؟ واقعیت تلخی هست و اونم اینه که ما در دیوان عالی کشور هم متاسفانه که باید نظارت کنه بر اجرای قوانین و در واقع به نوعی عالی ترین مرجع قضایی هست، یک سری سلسله رفتارهایی در واقع میبینیم که در بعضی از پرونده ها سال برانگیز و شوپناک هست، از جمله در همین پرونده. ببینید، اعاده دادرسی یعنی یک دلیل جدید یا نقض قوانین مسلم یا مدرک جدید، چیزی اتفاق افتاده و در این پرونده نه یک چیز که چیزهای متعدد. من با دو تن از همکاران خودم در این پرونده که صحبت می‌کردم و پرونده رو رأی و دیدم و اعتراضشون شنیدم، یقین در واقع پیدا کردم که این در اعاده دادرسی میتونست به نتایج درستی برسه. اتفاقا قبولی اعاده دادرسی میتونست ما رو به عدالت نزدیک بکنه، اما متاسفانه گاهی وقتا بعضی از شعبات به طور خاص خیلی عجولانه رأی میدن. من به طور مشخص میتونم از شعبه 38 دیوان عالی کشور که در این پرونده خیلی عجولانه اعاده دادرسی رو رد کرده مثال بزنم که در بسیار بله من میتونم مثال بزنم. ببین، ما بسیار پرونده سیاسی عقیدتی هرگاه وقت پرونده ارجاع میشه به شعبه خاصی، مثلا مثل شعبه 38، ما به خانواده موکلین یا موکلین میگیم خیلی دیگه امیدی نداشته باشیم، برای اینکه اونجا خیلی سریع، ببین سیکل اداری و اعاده دادرسی، سیکل اداری رسیدگیش دیگه حداقل اون بوروکراسی یک ماه طول میکشه. ما در پرونده هایی داشتیم، پرونده سیاسی عقیدتی، که ظرف 12 روز، بعدها 10 روز، در همین شعبه رکورد خودش هم این شعبه شکسته، ظرف 6 روز در واقع رد کرده، در واقع میشه گفت اصلا رسیدگی نکرده و انگار قرار بوده که رد بشه. من میخوام هر دو سوال که باقی دارم رو ازتون بپرسم. خیلی کوتاه اگه ممکن راجع به ابهامات روز اعدام هم بگید، چون در مورد اون هم میگن که قوانین مأمور رعایت نشده. ببینید، واقعیتش اینه که اون چیزی که مسلمه اینه که ما در قوانین و مقررات یک اصول مسلمی داریم که مرسوم بوده، همیشه هم در رویه قضایی بوده، از جمله این که باید 48 ساعت قبل وکیل و خانواده فرد محکوم در واقع بهشون ابلاغ بشه، حضور داشته باشن. و اصلا تو رویه قضایی ما اجرای حکمی از این دست رو در ماه محرم نداشتیم. برای جلب رضایت همیشه وقتی صحبتی در مورد جلب رضایت میشه به تعویق میندازن تا در واقع رضایت جلب بشه. در واقع تمام این سلسله اتفاقات با توجه به اینکه هنوز تا این لحظه ما دقیقاً نمیدونیم که خانواده اولیای دم در زمان اجرای حکم اصلا بودن، اگر ادعا بر این هست که این اجرای حکم قصاص بود، قاعدتاً باید اونها میبودن، این سایر نقدها را مثلا بذاریم کنار، باید میبودن. اگر نبودن چطور میشه گفت این اجرای حکم قصاص است؟ اگر بودن خب این سوال پیش میاد چطور دقیقاً در همین امروز قرار در واقع فیکس کرده بودن یه قراری رو برای حضور فعالان و خیرین برای جلب رضایت. از طرفی ما به حال نمیدونم بحث مجازات رو وقتی مطرح میکنیم به شکل کلاسیک ما دو هدف رو دنبال میکنیم. اصولا این شیوه اجرا، این شیوه شتاب زده اجرا هر دو هدف رو از بین میبره. هدف به شکل مرسوم، حالا ما از عدالت ترمیمی. من سوال آخرم هم راجع به همین هست، با این ابهامات آیا فکر میکنید اون هدف در واقع قوه قضاییه که بالاخره یک هدفی داره از هر کاری که انجام میده، آیا اون هدف تامین شده؟ قطعا نه. ببینید، ما از مجازات به طور رسمی در تمام جای دنیا دو هدف رو حداقل دنبال میکنیم. میگم از عدالت ترمیمی هم حتی میتونیم بگذاریم، از همین اهداف عادی، ساده و کلاسیک، یکی اصلاح مجرم، دومی عبرت دیگران. خب وقتی ما، حالا فرقی نمیکنه، هر گونه مجازاتی که حق زندگی رو از انسان میگیره، که قوه قضاییه یکی از مؤلفه‌هاش برقراری امنیت قضایی است و تضمین کننده حق حیات یا حق زندگی باید باشه، وقتی شما عجله میکنی و سلب حق حیات رو در واقع کلید میزنی، خب اصلا این مجرم یا محکوم فرضی اصلا نیست که اصلاح بشه دیگه،
حیاتش از بین رفته. از طرفی وقتی این همه نسبت به یک حکم یا احکامی از این دست افکار عمومی، مردم، متخصصان اعتراض میکنند، خب هدف دوم که عبرت دیگران هست، دقیقاً چه کسی الان مد نظره؟ اینکه نتیجه عکس میده، مگر اینکه بگیم عبرت دیگران از منظر دیگری هست که خب این دیگه بحث حقوقی و قضایی طبیعتاً نیست. ما تاکید میکنیم وقتی صحبت از عدالت میشه، هنر عدالت به تعبیر صاحب روح القوانین این هست که هیچ بیگناهی مجازات نشه و این اتفاقی که الان افتاده، حق زندگی از بین رفته و این نشون میده که به نوعی خشونت مدام بازتولید میشه و این اتفاقا اهداف عالیه مجازات به ویژه امنیت قضایی رو تامین نمیکنه و انگار ظاهرا همون حرف زنده یاد نوید صدق میکنه که در واقع به دنبال برای اون گردن به دنبال تناب بودن یا برای تناب به دنبال گردن بودن. نه. متاسفانه این اتفاق ناگواری هست و برای اینکه این اتفاق تکرار نشه، به نظر میاد دادخواهی و مطالبه گری همچنان باید ادامه داشته باشه. من فکر نمی کنم وقتی امروز صبح پیکر نوید رو می دیدم احساس نمی کردم این فقط یک شخص یا یک انسان هست که پیکرش رو می بینیم. به نوعی باید بگیم انگار لحظات پایانی پیکر نیمه جان دادخواهی هست که امیدوارم به این سرانجام دچار نشه. متشکرم آقای دهخان. سعید دهخان وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین المللی وکلا با ما بودن. رضا معینی مسئول دفتر ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز هم از پاریس با ما هستند. آقای معینی، شما سال هاست، قریب 14 هست که دارید در حوزه حقوق بشر کار میکنید. به نظر شما اتفاقات دیروز و پیش از اون در واقع کمپینی که راه افتاد و غیره، چه درسی برای فعالان حقوق بشر داره، برای همه داره؟ سلام دارم خدمت شما و همکاران ارجمند و بینندگان این برنامه. ببینیم، واقعیت اینه که در این 14 که شما میگین، برای نخستین بار جنبشی علیه اعدام در ایران همگانی شده. یعنی این شر مطلق، این اختصاص دادن زندگی برخی در دست عده‌ای اعتراض بهش میشه. این جنبش اعدام نکنید بدون شک با موانعی روبرو بوده. هدف اقدام دیروز و اقدامی رو که برای اعدام نوید افکاری کردن از سوی جمهوری اسلامی هراس افکنیه. این هراس افکنی دو هدف داره. یکی آن که ایجاد ناامیدی برای همین جنبشی که آغاز شده و همگانی شده و صداشو داره به جهان میرسونه، و سپس نوعی ایجاد خشم و آنچه که من مینامم از ریل خارج کردن آن قطار جنبش، حرکت مدنی، و به خشم و خشونت کشوندن اون. جالب، پس شما این دوتا رو کنار هم میگذارید، ولی خیلی ها اینها رو روبروی هم میگذارن، میگن هدف جمهوری اسلامی در واقع ایجاد هراس هست، اما به جای اون خشم ایجاد شده که این خشم میتونه واقعا برای خود جمهوری اسلامی عواقب سختی داشته باشه. میتونه داشته باشه، ولی نخستین بار نیست. شما توجه کنین که از همان فردای انقلاب، از سال 58 تا سال 60، 120 دانش آموز و دانشجو در خیابان‌های ایران برای فروش روزنامه کشته شدند. باندهای سیاه نزدیک به سپاه پاسداران اعدام کردند. و سپس هر گاهی که جنبش مدنی رشد پیدا کرده، این سرکوب‌ها و این ایجاد خشونت ها و از ریل خارج کردن به وجود اومده و به نوعی یک نوع پارادوکس هم میخوان ایجاد کنن، یک دوگانگی. منو در مقابل همکارم که در ایران داره تلاش میکنه در همان چارچوب قوانین جمهوری اسلامی که من شخصا قوانین ضد حقوق بشری میدونم، ولی اینا تو ایران هن و دارن زحمت میکشن و توانستن تا کنون اقدام هایی بکنن، ما رو در مقابل هم قرار میدن با فریب خبرسازی، با دروغ، با حملات سایبری و عملا تضعیف جامعه مدنیه. ولی جامعه مدنی مکانیزم هایی داره که باید از اونها استفاده کنه و میتونه. آقای معینی، چیه این مکانیزم ها؟ و فکر میکنید، شما چند بار از این اصطلاح استفاده کردین، من هم میخوام از همون استفاده کنم، چه کار باید کرد که این قطار از ریل خارج نشه اونطور که شما میگید؟ من فکر میکنم که جمهوری اسلامی و حتی یاغی ترین حکومت های مثل جمهوری اسلامی باز پایبند به یک چارچوب های قوانین و حقوق بین الملل هستند. ببینین، یک گزارشگر ویژه سازمان ملل از سال 2011 برای ایران بوده، آقای احمد شهید بودن، سپس خانم جهانگیر که متاسفانه
فوت کردند و امروز آقای جاوید رحمان هستند. ما می توانیم از این مکانیزم ها استفاده کنیم. آقای جاوید رحمان امروز موظفه که پاسخ بده. بذارید من یه چیزی رو اضافه کنم. ما امروز همکارانم با آقای جاوید رحمان تماس گرفتن برای اینکه ما هم می‌خواستیم نظر ایشون رو بشنویم. خب ایشون گفتن الان فعلا نمیتونن اظهار نظر کنن، باید در واقع حتما دنبال این هستن که مطالعات بیشتری داشته باشن و بعد اظهار نظر بکنن. ولی بحث ما این هست که واقعا چقدر کارایی داره این گزارشگر سازمان ملل، برای اینکه بسیاری ناامید هستند از اینکه سازوکارهای موجود در سازمان ملل، در اتحادیه اروپا، در نهادهای بین المللی کلا در قبال جمهوری اسلامی بتونه کاری از پیش ببره. من فکر میکنم همین تلاش هایی که جمهوری اسلامی میکنه برای فریب خبرسازی، برای پنهانکاری، همه اینها موثره، ولی نوع استفاده رو باید دید. من فکر میکنم به همان اندازه‌ای که جمهوری اسلامی میتواند فریب خبرسازی کنه، میتونه فشار بیاره به گزارشگر، جامعه مدنی هم این حق داره که پرسش کنه. من بسیار خوشحالم در این 24 ساعت منتظر بودم که خبرنگاران ما وظیفه‌شون رو انجام بدن، زنگ بزنن به آقای جاوید رحمان و از ایشان بپرسن که چه کار کردید با این پرونده. من از نیمه اول سال میلادی جدید 8 اطلاعیه دادم، در هر 8 اطلاعیه از آقای جاوید رحمان خواستم که به ایران بروند. گزارشگری ویژه یعنی این، به جز چند کشور. من درخواست کردم منو راه نمیدن. ایشون باید اینو، سازوکارهای سازمان ملل هست که می تواند این اقدام ها رو انجام بده، ما چاره ای دیگه نداریم. در کنار جنبشی که آغاز شده در ایران ما می توانیم این سازوکارها رو به کار بندازیم. من فکر می کنم در کنار هشتک اعدام نکنید ما می باز 4 آدرس رو هم اضافه می کردیم: آدرس خود آقای جاوید رحمان، آدرس خانم بشله کمیسر عالی حقوق بشر، آدرس کارگروه اعدام های فراقضایی، آدرس کارگروه دستگیری های خودسرانه. و این یعنی، حالا میگن 4 میلیون، من میگم 1 میلیون. 1 میلیون بار تقاضا از اینها برای این اقدام. و دوم، آقای جاوید رحمان نخستین بار نیست، این میراثیه که از آقای احمد شهید به ایشون رسیده. خودشونو در یک حبابی در مجموعه بخشی از جامعه مدنی گذاشتن. یه تعدادی سازمان های خاص هستن که با ایشون ارتباط دارن. این واقعیت هم بگم، گزارشگر ویژه بودجه نداره، مجبور از یک امکاناتی استفاده کنه و این امکانات امکاناتی هستن که محدود میکنه ایشونو. جامعه مدنی باید اعتراض کنه، باید به آقای جاوید رحمان بگه که شما برای به داد ما رسیدن هستید. پرونده افکاری همینطوری که وکیل محترم گفتن جای صحبت داره، میتونه دست کم در 6 گروه کاری سازمان ملل مورد بررسی قرار بگیره. این وظیفه ماست. این وظیفه ماست که این صدا رو برسونیم و اجازه ندهیم ناامیدی و خشم به خشونت و تسلسل خشونت برسه. وظیفه ما دفاع از حقوق بشر، دفاع از همه افراد. و امروز باید، اگر اجازه بدین من با این تمام کنم، امروز باید از آقای جاوید رحمان پرسید برای زندانیان دیگری که زیر حکم اعدامن چه کار میکنین؟ برای خانم نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر، که دارد میمیرد، ایشون داره چه کار میکنه؟ و دیگر نهادهای بین المللی. این وظیفه شما. رضا معینی، مسئول دفتر ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز، ممنونم. اعدام نوید افکاری بار دیگر کارنامه جمهوری اسلامی را در استفاده از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان سیاسی زیر ذره بین برده. به گفته فعالان حقوق بشر، بعد از اعتراضات آبان 98 ایران شاهد دور تازه‌ای از اعدام بوده که برای زهر چشم گرفتن از مخالفان سیاسی است. علی همدانی گزارش می‌دهد. پس کوچه‌های به ظاهر آرام، حوادثی که در چند ماه گذشته در گوشه گوشه این خیابان ها ثبت شده، نارضایتی در بنبست مجازات های سنگین. آجی تیر زدن، من گفتم مشقیه. نقطه شروع را اگر اینجا بگذاریم، اعتراضات آبان 98 و طوفان حوادث بعدش را به یاد بیاوریم، فهرست محکومان منتظر اعدام در سال 99 معنادارتر می شود. اعدام های سریع گاه غیر منتظره برای خود محکومان.
بامداد سه‌شنبه 24 تیر حکم اعدام دیاکور رسولزاده و صابر شیخ عبدالله در زندان مرکزی ارومیه در حالی اجرا شد که وکلایشان گفتند اجرای این احکام ابلاغ نشده بود. هممندان آنها در زندان ارومیه میگویند این دو نفر اصلا انتظار اجرای آن را نداشتند. آنها از جمله 5 شهروند کردی بودند که به دست داشتند در انفجار بمب در رژه نیروهای مسلح در شهریور 89 در مهاباد متهم شده بودند. در مقدمه لازمه دو تا نکته را عرض بکنم. سخنگوی قوه قضاییه ایران تیرماه 1399 خبر از اعدام یک به گفته او جاسوس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا می‌دهد، درست در زمانی که تصویری از این سه نفر دست به دست می‌شود. بازداشت شدگان جوان تظاهرات ضد حکومتی آبان 98، صدای جامعه مدنی ایران بلند می‌شود که اعدامشان نکنید. خبر جهانی می‌شود. اعتراض‌های گسترده به ویژه در شبکه‌های اجتماعی باعث شد تا اعدام این جوان‌ها فعلا مسکوت بماند. سه روز بعد رئیس دادگستری استان اصفهان از صدور حکم نهایی مفسد فی‌الارض در 8 پرونده مربوط به اعتراضات دی 96 و آبان 98 خبر داد. اینجا در نماز جمعه اصفهان. الان به شدت عزیزان به دنبال شعله ور کردن مجدد آتش اغتشاشات هستند. با وجود خبرهای ضد و نقیض درباره وضعیت این احکام، 22 روز پس از طوفان توییتری در اعتراض به حکم اعدام معترضان آبان 98، مصطفی صالحی از بازداشت شدگان دی 96 به جرم قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران اعدام شد. در حالی که فعالان حقوق بشر میگویند دست کم 33 زندانی سیاسی در سراسر ایران در انتظار اعدام هستند، به ناگهان خبر تایید حکم اعدام نوید افکاری پخش می شود. قهرمان ملی کشتی ایران که به محاربه و قتل متهم شده، اما خودش می گوید بیگناه است و زیر شکنجه مجبورش کردند به گناه ناکرده اعتراف کند. موج اعتراضات به این حکم در حال دامن گرفتن بود که خبر اعدامش منتشر شد. فعالان حقوق بشر بهت زده با فهرستی از اعدامی ها در دست، بعضی از آنها از خارج از ایران به داخل برده شده بودند. سرنوشت نامعلوم این محکومان و درسی که قوه قضاییه به ریاست ابراهیم رئیسی از قضات اعدام‌های سال 67 می‌خواهد به مخالفان حکومت بدهد به موجی از بحث‌ها دامن زده. از جمله اینکه احکام سنگین و اعدام‌های اخیر تا چه اندازه نشانگر بیم‌های امنیتی حکومت نسبت به آینده خود است. علی حمیدانی، بی بی سی. عباس میلانی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران و استاد تاریخ دانشگاه استنفورد از پالو آلتو کالیفرنیا با ماست. خوش آمدید آقای میلانی به این برنامه. به نظر شما خشم یا ترس در پیامد اعدام نوید افکاری شاهد کدام هستیم؟ من فکر می‌کنم شاهد هر دو هستیم. در نظام‌های استبدادی مثل جمهوری اسلامی این دو هر همیشه با هم رابطه تنگاتنگ داشتند. اگر در این پرونده به قول شما ابهامی هست، به این خاطر که در هر پرونده سیاسی از روز اولی که این رژیم سر کار آمده ابهام وجود داشته. از کشتار عوامل رژیم سابق بگیرید که به دست یک مجنونی به اسم خلخالی صورت میگرفت که ابهام هم نبود، واضح بود که اونها دادگاه نیست، تا کشتار 4000 نفر به دست رئیسی و کشتارهای دیگه. این رژیم اساس قضاوتش بر اساس ابهامه و بر اساس دستورهای امنیتی است. این دوستان عزیزی که در مورد قوه قضاییه صحبت میکنن انگار نمیدونن که تمام این دستورها، تمام این احکام در دست سپاه، در دست اطلاعات سپاه. این قاضی ها مأمور هستند، معذور نیستند، ولی ابهامی در این پرونده ها وجود نداره. اینها پرونده هایی است که به دستور رئیسی و به دستور رئیس رئیسی شخص آقای خامنه‌ای و به مسئولیت او انجام میگیره. خون این جوان، زجه های این مادر که هر انسانی رو به گریه میاندازه، مسئولیتش خامنه‌ای است و مسئولیتش رئیسی است. برای من ابهامی نداره. از روز اول همین رژیم تمام تلاشش بر این بوده که با توازن بین خشم و ترور حکومت خودش رو ادامه بده. الان هم چون میدونن خشم مردم به مرحله انفجار رسیده، میدونن هر لحظه امکان این هست که این نکبت پایان بگیره، سعی میکنن با ترور، سعی میکنن با این تهدیدها، سعی میکنن با
حکم‌های اعدام دیگه سعی می‌کنن با ندیده گرفتن وضعیت زندانیانی مثل خانم ستوده مردم رو بترسونن، ولی می‌کنن استبدادیون، برای اینکه فکر می‌کنن ترس همیشه دقیقا مسئله اصلی همین هست آقای میلانی. بسیاری از کسانی که به هر حال از جمهوری اسلامی ناخشنود هستند و فکر میکنند که جمهوری اسلامی ناکارآمده، به خصوص ظرف ماهای گذشته بعد از آبان 98 احساس میکنند که جمهوری اسلامی مشکل در واقع هویتی هم داره، مشکلات دیگری هم داره که باید برکنارش کرد، الان میگن که از این خشم شاید بشه استفاده کرد. به نظر شما آیا این خشم خشمی هست که بتونه موبیلایز بشه، بتونه مردم رو به پشت خودش ببره، بتونه در واقع تغییر ایجاد بکنه؟ من فکر می‌کنم حتما اون خشمی است که این رژیم رو برخواهد انداخت، برای اینکه خشمی است مبتنی بر بدیهی‌ترین حقوق پایمال شده. وقتی کارگرا 7 ماه حقوق نمیگیرن و مدیرانشون به کمک همین دستگاه قضایی، به کمک سپاه پاسداران وام میگیرن به بهانه پرداخت حقوق کارگران مثلا هپکو، همونها را ملاخور میکنن، این خشم یه روزی بالاخره لبریز خواهد کرد. این خشم همیشه با ترس نمیشه حفظش کرد. ببینید مستبدین از تجربیات دیگران درس نمیگیرن. آقای خامنه ای ببینه سرنوشت چاوشسکو در رومانی چی بود. یک روز قدر قدرت بود، اون بالا از بالای منبر خودش داشت صحبت میکرد، 30 ثانیه بعد برای جانش در گریز بود، برای اینکه یک لحظه ترس ریخت. ترس مبنای بقای این حکومت هاست، و لحظه ای که مردم بفهمن که اتحادشون و قدرتشون خیلی توانمندتر از تمام دستگاه سرکوب این هاست، بساط این رژیم برباده. و فقط هم قوه قضاییه نیست که آقای خامنه‌ای با برگماردن رئیسی به مردم تهدید کرد، تهدید مردم از زمان رئیسی شروع شد، ولی عوامل دیگه هم هست. ببینید کی رو گذاشتن فرمانده قرارگاه سارالله؟ آقای نجات با پرونده سیاه دانشجو کشی. ببینید کی رو گذاشتن رئیس قوه مقننه؟ قالیباف، که افتخارش بود که در کف خیابون‌ها بود و دانشجوها رو می‌زد، یک کسی که از لحاظ اقتصادی فسادش حداقل به اندازه طبری است، ولی الان رئیس اون قوه شده. اینها همه آرایش نظامی علیه ملت ایران بود که از 2 سال پیش شروع شد. آیه میلانی، شما تاریخ 70-80 سال اخیر ایران رو مو به مو می‌شناسید، به نظر شما اون نقطه کی فرا می‌رسه؟ برای بسیاری 40 سال اخیر لحظه به لحظهش روزهای زیادی هست که مثلا دیروز ممکن هست خشم بهشون مسلط شده باشه، خیلی عصبانی هستن از وضعیت، ولی خیلی ها میگن این 2 روز میاد و میره میگذره. یعنی به نظر میاد که خیلی ها ناامیدند از اینکه بشه با این خشم تغییری ایجاد کرد. من فکر میکنم که این خشم از بین خواهد رفت یا به هدر خواهد رفت، ولی لحظه این که اون خشم یک باره تبدیل به یک خروش کامل بشه و بساط نکبت رو بر بیاندازه، اون به نظر من هیچ کس نمیتونه پیش بینی بکنه. اگر از مستبد تونسی میپرسیدید، مستبد دزد تونسی میپرسیدید که زدن آتش به یک فروشنده دست فروش بساطش رو برمیاندازه، بهتون میخندید، ولی انداخت. در جاهای دیگه هم اتفاقی کوچکی یک دفعه اون ترس رو به گمان من وامی‌ریزه. الان هم به نظر من فقط کافی نیست به سازمان‌های بین‌المللی بگیم که مکانیزم‌های موجود رو استفاده کنن. به نظر من الان وظیفه تمام تشکیلات ورزشی جهانه که ایران رو از اون تشکیلات خارج بکنن. ایران نشون داده ورزشکار کشه، ایران نشون داده صلاحیت انجام مسابقه فوتبال نداره، برای اینکه زنان نصف جمعیت ایران رو از شرکت در اون مسابقات محروم میکنه. ببینید چند نفر از برجسته ترین ورزشکاران ایران، 90 و چند نفرشون همین 2 روز پیش اعلامیه دادن، به اقتضای اونها باید ایران رو از این نهادها خارج کرد. کشورهای اروپایی چطور حاضر میشن با آقای ظریف الان ملاقات بکنن بعد از اینکه یک چنین فضاحتی به بار آورده؟ چطور نمیتونن قاطعانه بهش بگن که نماینده کشوری که چنین قتلی صورت میگیره
و احتمالاً به گمان من بر اساس همون گزارشی که شما گفتید احتمال اینکه این زیر شکنجه کشته نشده به گمان من خیلی کمه. در یک چنین شرایطی شما چطور وزیر امور خارجه کشوری رو میپذیرید؟ چجوری در مورد هر مسئله باش مذاکره میکنید؟ چجوری مدعی دفاع از حقوق بشر هستید؟ مگه حقوق بشر مردم ایران کمتر از حقوق بشر اروپایی ها ارزش داره؟ مگه جان ایرانی ها کمتر از جان اروپایی ها ارزش داره؟ یک چنین اتفاقی در مورد یک شهروند اروپایی اتفاق میافتاد، نماینده اون کشور ممکن نبود روی خوش ببینه. چرا میذارید اینها بیان و دروغ بگن و از یک رژیم فاسد تباه دفاع بکنن و با خنده فکر کنن که مردم فریب میخورن؟ این رژیم تنها زبانی که میفهمه زبان قدرته، نه زبان خشونت، زبان قدرته. اون قدرت هم باید از در مردم ایران در بیاد. سرنوشت ایران رو باید ایرانی ها تعیین بکنن. ولی نهادهای بین المللی میتونن پیام بدن به ملت ایران که ما پشت شما ایم، پشت شما وایستادیم وقتی که از حقوق اولیتون دفاع میکنید، و اونها که این حقوق اولیه رو زیر پا میگذارن جا ندارن در اروپا، ویزا نمیتونن بگیرن در آمریکا، اموالشون رو اگه پیدا بکنیم مصادره میکنیم طبق قوانینی که وجود داره، طبق ماجنسکی که میگه هر قاتل فاسدی رو میشه اموالش رو مصادره کرد. از این سازکارها باید استفاده کرد. اون وقت این رژیم کار خودش رو، حساب خودش رو میدونه، مردم اون وقت حساب این رژیم رو خواهند بود. ممنونم بسید. آقای عباس میلانی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران. هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان قرار است فردا دوشنبه در دوحه قطر گفتگوهای رسمی صلح را آغاز کنند. گفتگوهایی پر از چالش که پیش بینی می‌شود زمان زیادی طول بکشد. امروز عده‌ای از نمایندگان دو طرف برای مشخص کردن موضوعات اصلی مذاکرات صلح مشغول گفتگو بودند. نادر نادری، سخنگوی هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و عضو گروه تماس از دوحه قطر با ماست. آیه نادری، امروز اولین جلسه گروه تماس برگزار شد. مشخص شده که چه هست برنامه، اجندا چی هست؟ سلام خدمت شما. امروز اولین جلسه گروه تماس بود. موضوع اول اجندا بحث روی طرز العمل و شیوه کار هیئت مذاکره کننده بود که بر چگونگی مجالس ما حاکم باشه. بحث‌های خوب صورت گرفت. ما فردا دوباره مجلس میکنیم تا کارشیوه حاکم بر مذاکرات بین هر دو طرف نهایی کنیم و موافقه کنیم. بعد از موافقه روی کارشیوه بریم به طرف بحث روی آجندا. فعلا ارزیابیتون چی از این اولین نشستی که با اعضای طالبان داشتید؟ در این جای شک نیست که ما از جمهوری اسلامی افغانستان با دیدگاه های رک قانون اساسی کشور تنظیم کرده و با سلسله از ارزش های خود طرف و دید متفاوت تر از آنچه تحریک طالبان افغانستان دارن با هم بحث میکنیم. مجموعه دیدگاه های اونا با مجموعه دیدگاه ما در موارد متفاوت متفاوت است. ارزیابی اولی است از سخنان افتتاحیه که هم جانب جمهوری اسلامی افغانستان انجام داد و هم جانب تحریک طالبان انجام داد، اراده برای ای و نیت برای ای که بتانیم بحث بکنیم وجود داره و یک نقطه آغازین بسیار خوب است. از دید ما دریچه ای است که باز شده برای خاموشی تفنگ ها، برای استحکام ارزش هایی که مردم افغانستان بایش باور دارن و مردم سالاری که او را توقع دارن مستحکم تر شده. ای دریچه را بتانیم به یک پروسه تبدیل بکنیم و او پروسه منتج شده با خاموشی کامل جنگ، با ختم کامل جنگ و یک افغانستان مشترک تمام ما. پایان جنگ باید با آتش بس شروع بشه. منابعی در دولت افغانستان گفتن که آقای خلیلزاد وعده آتش بس 6 ماهه رو داده. تایید میکنید اینو؟ آتش بس یکی از خواستای عمومی مردم افغانستان است، یکی از خواستای اولیه مردم افغانستان است. مردم ما به صورت متاسفانه به صورت روزانه
قربانی جنگ میشن و او دلیل که حیات جمهوری اسلامی افغانستان یکی از موضوعات را که جزء آجندای بحثش است آتش بس است و به او دلیل ما امیدی را داریم که بتانیم به او نتیجه لازم برسیم. متوجه و نادری آیا تایید میکنید این آتش بس 6 ماه رو یا نه؟ بحث هایست که ما در روزهای بعدی رویش کار کنیم و به نتیجه برسیم. ولی این برنامه هست که روی آتش بس 6 ماه کار کنید. ما برنامه آتش بس دائمی را مردم افغانستان توقع دارن، تقاضا دارن و به مو ترتیبی را که با خلوص نیت و به این منظور با صداقت رویش بحث خواهد کردیم و تا قناعت بتیم جانب تحریک طالبان تا موافقه بکنن به ختم کامل و دائمی. چقدر امیدوار هستید به آتش بس؟ در این موارد اگه امیدواری و حس خوشبینی وجود نداشته باشه ما نمیتونیم در پروسه‌های پیچیده مثل از اشتراک بکنیم. به اون دلیل ما محتاطانه امیدوار هستیم در تمام موارد. امیدوار به این دلیل هستیم که آمده ایم روی میز مذاکره و امی خودش نقطه آغاز خوشبینی و امیدواری است. و چقدر فکر میکنید امکان داره؟ حالا امید رو به کنار بگذاریم، امید رو کنار بگذاریم، فکر میکنید چقدر ممکن هست اگه در واقعیات و اون معادلات روی زمین نگاه بکنیم؟ هر چیزی که میخواین ممکن شوه و با واقعیت تبدیل شوه آغازش از امید است. ما هیچگاه امید کنار نمیگذاریم. در بدترین شرایط مردم ما امیدی را داشتن که روز جنگ خاموش شوه. واقعیتایش ایجاد میکنیم. این واقعیت ها از طرف هر دو تیم باید ایجاد شوه. ما تمام او آمادگی ها را داریم و توانایی را داریم که آتش بس به واقعیت تبدیل کنیم از طرف خود و به مو دلیل است که ما آتش بس دو ایده که تطبیق شده تا بالای حداقل 3 ابتکار آتش بس ما داشتیم و او توانایی را جانب تحریک طالبان داشتن که آتش بس قبول بکنن و ما او تجارب آتش بس داشتیم که از امید به واقعیت تبدیل شده بوده. آله هم با اطمینان داریم تا با او ذهنیت هایی که وجود داره ای امید به واقعیت تبدیل شده. و مذاکرات رو در رو فردا شروع میشه دیگه، یعنی شما از فردا رو در رو قرار هست که با هم صحبت بکنید، درسته؟ ما از دیروز مذاکرات رو در رو آغاز کردیم. ما دیروز اولین مجلس معرفی دو طرف بود. نه، منظورم مذاکرات جدی صلح هست. بله، اینا کلش جزء او است. دو طرف هیئت تماس معرفی کردیم. امروز هیئت تماس در مورد مسائل عمده بحث کردیم که امو شیوه کار و یا طرز العمل کاری یک موضوع عمده مذاکراتی بود که امروز سرش بحث آغاز کردیم. فردا او رو تکمیل میکنیم و روی آجندا هم بحث میکنیم. و فکر میکنید که این دور از مذاکرات چند روز طول بکشه؟ آماده هستید تا چند روز ادامه بدید این بحث ها رو؟ سال یک پروسه پیچیده است. هیچ کس نمیتونه مشخص بکنه یک روز، دو روز، یک ماه یا 6 ماه. ما آماده ای هستیم که هر قدر وقتی را که نیاز است برای آوردن سال با منیت حاضر هستیم که امو زمان برش بسیم و مذاکرات به نتیجه مثبت برسانیم تا سال بعد. اما یک پروسه مغلق است، یک پروسه پیچیده است. به هیچ عنوان توقعات فوق‌العاده یک شبه نمیتونه ایجاد شود، نمیتونه به ثمر برسد. پس نیت ما ای است که تلاش میکنیم راه پیچیده چندین دهه را بالاخره برش به گونه مسیر پیمایش پیدا بکنیم که منتج به صلح شود، منتج به ایجاد یک افغانستان مشترک خانه امن تمام مردم افغانستان باشه. نادر نادری، سخنگوی هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در دوحه، ممنونم از شما. 60 سال پیش در چنین روزهایی بود که سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک تأسیس شد. بهرنگ تاجدین نگاهی کرده به تاریخچه اوپک در 6 دهه گذشته و فراز و فرودهایش. سپتامبر 1960،
نمایندگان ایران، عربستان، کویت، عراق و ونزوئلا در بغداد گرد هم می‌آیند و تصمیم می‌گیرند سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک را تأسیس کنند. در اون زمان کل صنعت نفت در دست چند شرکت چند ملیتی، اکثرا آمریکایی بریتانیایی بود که رئیس شرکت ملی نفت ایتالیا بهشون لقب هفت خواهر رو داده بود. این هفت شرکت بودن که میزان تولید نفت و قیمتش رو تعیین می‌کردن. وقتی این شرکت‌ها به صورت یک جانبه تصمیم گرفتن قیمت‌ها رو پایین بیارن و در نتیجه حق مالکانه کمتری به کشورهای نفت خیز بپردازن، سران پنج کشور بنیانگذار اوپک صبرشون لبریز شد و گفتن باید راهی برای کنترل قیمت نفت پیدا کنیم. ولی ریشه اوپک به قبل از اینها برمیگرده. داستان اینه که سال 1958 روزنامه‌نگاری به نام واندا جابلانسکی که هفته‌نامه اطلاعات نفت رو در می‌آورد، در هتل هیلتون قاهره بود و داشت با خوان پرز آلفونسو وزیر نفت ونزوئلا صحبت میکرد. وقتی عبدالله طریقی وزیر نفت عربستان رو در لابی هتل دید، این دو نفر رو به هم معرفی کرد. میگن جابلانسکی این دو رو به اتاقش دعوت کرد و اونجا بود که نطفه اوپک بسته شد. در طول سالهای بعد قطر، اندونزی، لیبی، امارات ابوظبی، الجزایر، نیجریه و اکوادور هم به پنج کشور بنیانگذار پیوستند. ولی شکلگیری اوپک و اتحاد صادرکنندگان به خودی خود باعث بالا رفتن قیمت نفت نشد. از 1960 تا 1972 قیمت هر بشکه نفت اعضای اوپک از 1.60 دلار به زحمت به 1.82 دلار رسید. سال 1972 برای اولین بار مصرف نفت آمریکا از تولیدش بیشتر شد و مجبور شدن به نفت وارداتی اتکا کنند. این نقطه عطف مهمی بود چون اهرم فشاری در اختیار بقیه تولید کنندگان نفت قرار داد. سال بعد جنگ یوم کیپور بین اعراب و اسرائیل آغاز شد و کشورهای عرب صادرات نفت به حامیان اسرائیل از جمله آمریکا را تحریم کردند. اینها در کنار کاهش تولید منجر به شوک نفتی 1973 شد. قیمت نفت به سرعت بالا رفت و سوخت در بعضی کشورهای غربی نایاب شد. ایران که اون موقع متحد کلیدی آمریکا و اسرائیل محسوب میشد، نقش مهمی در این داستان داشت. چون تحت فشار ایران و مخصوصاً شاه بود که اوپک قیمت‌ها رو بالا برد. ایران قبل انقلاب برخلاف کشورهای عرب به اسرائیل نفت میفروخت. در نتیجه در جریان بحران 1973 از فرصت بالا رفتن قیمت نفت حسابی سود برد. ایران میخواست قیمت خیلی بالایی تعیین بشه. دو سال بعد گروهی مسلح به رهبری این مرد معروف به کارلوس شغال به مقر اوپک حمله کردند. سه نفر را کشتند، در سالن بمب گذاشتند و ده ها نفر از جمله جمشید آموزگار وزیر کشور وقت ایران را گروگان گرفتند و به الجزایر بردند. ولی در نهایت با گرفتن باج آنها را آزاد کردند. با همه اینها روند صعودی قیمت نفت که از 1972 شروع شده بود تا سال 1980 ادامه پیدا کرد. در این سال بود که جنگی 8 ساله بین ایران و عراق، دو کشور بنیانگذار اوپک، آغاز شد. جنگی که به نشست اوپک هم کشید. در نشست سال 1980 اوپک در اندونزی، هیئت ایرانی عکسی از وزیر نفتشون رو گذاشتن روی میز. عراق تندگویان وزیر نفت ایران رو به اسارت گرفته بود. دوره پرتنشی بود. ولی اوپک تونست از این مناقشه جون سالم به در ببره و همبستگی رو تا حدی حفظ کرد. دهه 80 دوره سختی برای اوپک بود چون تولید نفت خارج از اوپک از جمله دریای شمال و آلاسکا داشت بیشتر میشد. این کار اوپک برای به قول خودش دفاع از قیمت نفت رو سخت کرد. همین بود که از میانه دهه 80 قیمت نفت سیر نزولی گرفت و در مقاطعی به کمتر از بشکه 10 دلار رسید. 4 سال پس از پایان جنگ با ایران، عراق کویت را اشغال کرد. تصمیمی که به جنگ اول خلیج فارس و تحریم‌های بین‌المللی علیه عراق منجر شد. از اون به بعد عراق استقلالش رو در زمینه نفت از دست داد. اینکه عراق چقدر نفت میتونست بفروشه به جای بغداد در واشنگتن یا جاهای دیگه تعیین میشد. این ضربه جدی به اوپک زد چون یکی از مؤسسان سازمان از فرآیند تصمیم گیری حذف شد. دهه 90 احتمالاً نقطه حضیض و افول اوپک باشه. با آغاز قرن 21 اوپک و قیمت نفت جان تازه‌ای گرفتند. با قدرت گرفتن هوگو چاوز و رئیس جمهور شدنش، ونزوئلا دوباره رهبری پیدا کرد که دنبال تقویت اوپک بود و با همکاری رهبران کشورهای دیگه موفق شد اوپک رو دوباره زنده کنه. همزمان رشد چین هم که تا سال 2015 به بزرگترین مصرف کننده نفت تبدیل شد، به این کمک کرد.
ظرف یک دهه قیمت نفت از کمتر از 20 دلار به بیش از 100 دلار افزایش پیدا کرد. اتفاقی که به ظهور پدیده‌ای به نام نفت شیل منجر شد. نفتی که در فرایندی پیچیده و پرهزینه با تزریق مواد به داخل لایه‌های سنگی و شکستن آنها استخراج می‌شود. سال 2009-2010 قیمت نفت خیلی بالا بود. حتی بشکه 127 دلار. این قیمت بالا امکان این رو به وجود آورد که از منابعی که قبلاً به صرفه نبود استخراج بشه. تولید نفت آمریکا که در ابتدای دهه 70 میلادی نزدیک به 10 میلیون بشکه در روز بود، در 4 دهه بعد کاهش پیدا کرد و در سال 2008 به 5 میلیون بشکه در روز رسید. ولی با توسعه نفت شیل، تولید به سرعت بالا رفت و سال 2019 به بیش از 12 میلیون بشکه در روز رسید. سال 2014 قیمت‌ها داشت پایین می‌اومد. اوپک و مخصوصاً علی نعیمی وزیر نفت وقت عربستان این رو فهمید و تلاش کرد ائتلافی ایجاد کنه و روسیه رو راضی کنه که تولیدش رو در کنار اوپک بیاره پایین. آن تلاش‌ها در دسامبر 2016 به ایجاد ساختاری منجر شد به نام اوپک پلاس، اتحادی بین اوپک و چند کشور نفتخیز غیر عضو به رهبری روسیه. قیمت نفت دوباره سیر صعودی گرفت، تنش‌های داخلی هم. بعضی از تصمیم‌گیری‌های یک جانبه عربستان و روسیه و عدم پایبندی به سهمیه‌ها ناراضی بودند. دیدیم که وقتی مخصوصاً روسیه و عربستان وارد جنگ قیمت میشن چه اتفاقی میفته. یک سری حتی باعث شد قیمت نفت منفی بشه. رفتار با روسیه با بقیه فرق داشته، چون اوپک به روسیه برای حفظ این سیستم نیاز داره، ولی روسیه واقعا شریک غیر قابل اعتمادیه، چون روسیه همیشه کاری رو میکنه که به نفع خودش باشه و این نارضایتی زیادی بین اعضای کوچکتر اوپک ایجاد کرده. سال 2018 قطر یکی از قدیمی ترین اعضای اوپک اعلام کرد پس از نزدیک به 6 دهه این سازمان را ترک می‌کند. شما فکر نمی‌کنین اصلا جایگاه اوپک و نقش اوپک داره به خطر می‌افته؟ چرا، فکر می‌کنم اوپک داره خیلی آسیب می‌بینه به این دلایل. چه کار می‌کنه؟ تکروی‌هایی که داره میشه اوپک رو داره آسیبای جدی بهش می‌زنه. ممکنه ایران همراه قطر رو پی بگیره؟ نه، ما اوپک رو ترک نمی‌کنیم، ولی اینها نشانه های خوبی نیست برای بقای اوپک که داره اتفاق میفته. ولی شاید بزرگترین چالش اوپک در 60مین سال فعالیتش اتفاق افتاد. همه‌گیری جهانی ویروس کرونا به سقوط سریع تقاضا برای سوخت‌های فسیلی و در نتیجه نزول بی‌سابقه قیمت نفت منجر شد. اوپک و متحدانش پس از مدتی لجبازی بین روسیه و عربستان با شدیدترین کاهش تولید در طول تاریخشان موافقت کردند. برای اولین بار در طول تاریخ یک رئیس جمهور آمریکا به جای اینکه بگه اوپک بده و باخت اوپک برد آمریکاست، کمک کرد اوپک و روسیه اوپک پلاس به یک توافق برسن. در نتیجه ممکنه، بعیده ولی ممکنه، آمریکا حاضر باشه یک سازوکار جهانی برای مدیریت تولید نفت شکل بگیره. ولی شاید چالش اصلی برای آینده اوپک موضوع داغ سالها و دهه‌های اخیر باشد. تغییرات اقلیمی ناشی از گرمایش زمین. پدیده‌ای که جنبشی جهانی برای کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و در نتیجه کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای به وجود آورده. جنبشی که انگیزه برای سرمایه‌گذاری در نفت و گاز را هم کم کرده. فشار زیادی روی نهادهای مالی هست که به جای سوخت‌های فسیلی روی اقتصاد سبز سرمایه‌گذاری کنند و این به اوپک فشار میاره. به نظرم اوپک به جای انکار تغییرات اقلیمی باید اون رو بپذیره و کاهش تقاضا رو مدیریت کنه. با این تنش‌های داخلی، افزایش تولید رقبای اوپک و حرکت جهانی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، چه آینده‌ای میشه برای اوپک انتظار داشت؟ نفت همچنان ماده خام و منبع انرژی مهمیه. تا وقتی نفت مهمه، اوپک هم مهمه. ولی باید قبول کنن که دیگه مثل قدیما توانایی کنترل بازار رو ندارن. فکر نکنم دیگه هیچ وقت دوره‌ای مثل 1973 رو ببینیم. اوپک از بعضی جهات سازمانی منحصر به فرد است. نهادی که چند کشور در حال توسعه برای پاسداری از منافعشان ایجادش کردند و دست کم در مقاطعی موفق هم بوده، ولی در 60 سالگی این سازمان چشم‌انداز آیندهش چندان واضح نیست. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. نخست وزیر یونان میگوید در جزیره لسبوس یک اردوگاه دائمی برای پناهجویان ایجاد خواهد شد. کمپ پر ازدحام موریا که بزرگترین در اروپا بود
هفته گذشته بر اثر آتش‌سوزی تخریب شد و بیش از 12,000 مهاجر بی خانمان شدند. بامداد اسماعیلی خبرنگار شبکه آلمانی وده ایر با ماست که از محل به ما گزارش بده. بامداد سلام، به ما بگو که اونجا چه خبر. به نظر میاد که دقیقا از میان پناهجویان با ما هستی. دقیقا ما در خیابانی هستیم که 4-5 روزه که پناهجویانی که آواره بودن و آواره تر شدن اینجا الان مستقر شدن. حدود همون 7-8,000 نفری که گفته میشه اینجا هستن. شاید نشون بدم بهتون، چپ و راست کلبه های خودشون رو ساختن، چادرهای خودشون رو ساختن و در واقع اینجا زندگی میکنن. یکی از مشکلات اصلی که این پناهجویان دارن اینه که تقریبا آب و غذا بهشون نمیرسه، چون سازمانهای NGO اگر بتونن کمک کنن تعداد غذاهایی که میارن اینجا کافی نیست. و یک مشکل دیگه‌ای که پناهجویان دارن اینه که باید سعی کنن از این خیابون خارج بشن. اون بالا و این پشت سر من پلیس وایساده و محل رو بسته و نمیذاره پناهجویان به مرکز شهر برن. بنابراین مجبورن از این کوها که الان تاریک خب دیده نمیشه سعی کنن برن و غذای آبی تهیه کنن یا از آب آلوده اینجا در واقع بنوشن، که خیلی‌ها رو دیدیم مریض شدن و مشکلات زیادی داشتن. اینجا میخوایم با آقای محمد صحبت کنیم از شرایطشون. الان اینجا برای خودشون غذا پخته بودن. میتونید یک کوتاه برای ما شرح بدین که شرایطتون چه صورت است؟ شرایط ما مدت یک سال میشه که ما در یونان آمدیم. دیگر روز قایم بدبختی دست و پنجه نرم میکنیم. مشکلات های زیاد است. کمپی که تازه ایجا جور کده کم نیست، اصلا زندان است. موریام هم تو زندان بود، ولی بیخی زندانی جور کرده که ولی... فرار کرد نمیتونه. ولی آب و غذا رو چی کار میکنید وقتی نمیتونید یا بهتون نمیرسه؟ آب و غذا که نمیرسه ما مجبور میشیم از دوستا پول جمع میکنیم، از اینه خود ما شار میریم، گریکی ها میزنه با یک مشکل تیر میشه، میریم باز هم میاریم اینجا پخته میکنیم، هم رو اندیوالا میخوریم از اینه خود. دیگه هیچ کدام سازمانی نیست که بیا پرسان کنه در یک روز حالی مردم ها ببینه که چی شده چی نشده، چی فامیلی است، چی مجرد است، چی زیر سن است، کلی یکسان است با یک رقم. دیگه دولت یونان هم دیگه توجه نمیکنه تا که میتونه فشار میره سر ما، ما را شکنجه داده رئیس، عذاب دیده رئیسیم، گاز اشکاور استفاده میکنه بالای ما. دیگه معلوم نیست چی کنیم، ما اینم جای غلطی دیگه استیم. و یک صحبتی که الان شما کردی اینه که کمپ جدیدی رو درست کردن و امروز خبرنگارها رو برده بودن و اونجا این کمپ رو نشون میدادن. کمپی که قرار بود تا امشب 5,000 تخت آماده بشه و تا روزهای آینده بیشتر و تا گفته به گفته وزیر مهاجرت که ارتباط ما با بامداد اسماعیلی قطع شده و در واقع ما تصاویر ثابت شده رو میدیدیم، ولی بامداد اسماعیلی داشت به ما گزارش میداد از وضعیت پناهجویان در جزیره لزبوس یونان که یک هفته ای هست کمپشون آتش گرفته و شرایط نامساعدی دارن. به پایان 60 دقیقه امشب میرسیم. ممنون که با ما در این برنامه همراه بودید. شب و روزتون خوش.